برای اینکه این گلا رو ببینیم 3 سال منتظر بودیم. حالا با ما همراه باشید تا داستانش رو براتون بگیم. بوی خوب دارم؟ بوی عسل. جدی؟ جعفری؟ آره، بازم همین بگیم چه درختی دیگه برموشه بی جعفری؟ درخت جعفری؟ بی جعفری درخت داره؟ الان تو خیابون ساعت زمان تورابه هست، اینو باید بریم برسیم به سرایی ترقه درد و باید به ترقه برمشیم میدان بری هست که ترقه درد. حالا فکر میکنم حداقل روزای تعطیل پنجشنبه جمعه ها و اینا که حتما هستن اینجا از مردم به خاطر ارغبانایی که توی کوه و کمند همجور خودکار در اومدن پول میگیرن اینا همینجا وای میسن. ولی خب امروز نیست مثل این که هورا وای ارغبانا ارغبانی هن بالاخره بعد از 3 سال تونستیم ارغبانا رو ببینیم. آره چه خوشگلن همه جا ارغبان. این هم دره توریست رو بردن حتی برگان با اتوبوس اومده همه ارغوان رو ببینم. آره خیلی شده نمقدر اینجا طرفدار داشته یعنی میگم فقط ببین اینجا چقدر شلوغه. امروز چند شنبه هست؟ امروز دوشنبه هست، دست هفته ماه رمضون اتوبوس اومده برگو. اصلا انتظار این همه تروریست این همه توریست رو نداشتن که بیان اینجا برای دره ارغوان. اصلا تعجباتیه. خب ما الان ساعت چنده؟ ساعت 4. خب سر ظهر کلی آدم اومده الان تو هم پشت سر من توی سایه ارغوان ها نشستن. خانواده ها دارن استراحت میکنن. اینقدر اینجا طرفدار داره که با هواپیما دارن میان. نگاه صداشون رو میشنوی؟ فکر کنم همینجا فرود بیاد. اما یک راننده پایسه فکر میکنم که بتونه هواپیما اینجا فرود بیاد. برای اینکه این گلا رو ببینیم 3 سال منتظر بودیم. سال اولی که اومده بودیم اینجا جوان بودیم و خام، خیلی دیر اومده بودیم. تو خرداد اومده بودیم، کلا این برگ فقط بود. اینا گلاشون هم ریخته بود. سال دوم بازم دیر اومدیم اما به جاش رفتیم کلات آهن که بعد از اینجا ولاگشو میتونی نگاه کنی، ولاگ کلاتان هم. و حالا در سال سوم میتونی اینجا با ما همراه باشی تا دره ارغوانو بهتون معرفی کنیم. مریم برداشت یک دونه از این ارغوانا رو کنده. مریم خیلی کار زشتی کردی که کندی. من نکردم واقعا، خیلی کار زشتی یادا کندی تو دست خودش چی بشید چی با خودت برگردم. خیلی کار زشتی. این همینجا افتاده بود. بو میده؟ بو خاک جا دوستاش بمیره. بگه دوباره به آخوشه. آره چقدر تو مهربونی. خب یه گروه دیگه هم اومدن کنه و الان آشغالا رو مثلا جمع کردن اینجا ویل کردن رها کردن چه فایده. خب یک جایی وقتی معروف میشه کلن آدم ها میان و گند میزنن توش و میرن. یه تور داره اونجا میره، یه تور از این ور داره میاد. این راه کجا میره مگه؟ هیچ وقت راه نرفتیم. نه نه قصد داریم از اون گروهی که باشه سرمون هستن بزنیم جلو تا موقع فیلم برداری اذیت نشه. اون بالا کو نگاه یه ارغوان. اینجا اصلا نیومده بودیم. واقعا اینجا خوشگل‌تره. آره اونجاش اون اوایلش یکم آدمو زیاد میرن. هر چی میریم جلوتر این ارغوانا بیشتر میشن.
تراکمش بیشتر میشه. ببین این برو نگاه. چه رویایی؟ منم یادم بوی خوب دارم؟ بوی اصلا بوی اصلا بوی اصلا نیست؟ منظر شما بوی چی میدونی؟ ای یسوس بود توش رفت دماغ حرکت هر جا بری پرایت پیدا میشه. آره اون که شکی درش نیست، در بهترین مناطق. میتونیم بریم اون بالا، میتونیم بریم دنبال اون توره. بریم اون توره، فکر میکنم به رودخونه چیزی برسه. ما داشتیم میرفتیم، یه خانواده‌ای داشتن برمیگشتن، داشت توضیح میداد که تهش چی داره. یه سه تا سد داره ولی خشکه و یه چشمه. فکر میکنم این تورا و اینا همه برنامه‌شون همینه که از تو این دره ارغوان برن تا به چشمه برسن، کنار چشمه بشینن، اتراق کنن، بخورن، برقصن شاید و بعد باز برگردن. چه قشنگ شکوفه کردن. رسیدیم به صد اول. بله؟ فکر نمی کردم بعد این پیچ رسیدیم به صد اول. خیلی خوب شد، خیلی زود رسیدیم. من خیالم راحت شد. دوره میخوان عکس سلفی بگیرن، دست جمعی دوربین آوردن. چه قشنگ. الان وقت کخریزیه، هم گفت سه میپریم وسط. این توره اینجا نشستن، این هم این توره که داریم دنبالشون میکنیم. فعلا باستادم من عکساشون رو میگیرم، تا عکساشون رو میگیرم ما هم میتوقف میکنیم. خب حالا داشتم میگفتم بعد خانومه گفتش که آره پنج دقیقه بعدش اومد. خب تور حرکت کرد، ما هم حرکت میکنیم. از این صخره باید بریم بالا. هم الان از صده خالی؟ الان از لیدرشون شنیدم که صد جلوی مثل این که آب داره. ایوان اون صد دومه. چه نزدیک بودیم. خب چند تا عکس بگیریم. خیلی شلوغه. اون صد دومه که میخواییم بریم بهش برسیم. بعدش ببینیم آب داره نداره. اگه آب داشته باشه خیلی قشنگ میشه. گلای ارغوان به برگای قلبی شکلشون معروفه. همه این برگا قلبی قلب داره و توی ماهای فروردین و اردیبهشت، اوایل اردیبهشت. خب اون تورا رفتن، اصلا جلوتر از ما، خیلی خلوت و ساکت و باحال شد واقعا. اینجوری اینجا خیلی قشنگ تره. اینو که بکنی یک ریشه ای داره، ریشه خیلی شیرین و خوشمزه ای داره. شکلش مثل ریواسه ولی مزه ریواس نمیده، ریواس ترشه. مزهش مثل کاهوه. حالا هر منطقه یه اسمی داره ولی ما بهش میگیم کنگر. میگن کنگر خورده لنگر انداخته. انگار مثلا اینا بخوری یه جا موندگار میشی. چون کندنش و اینا خیلی طول میکشه، کلی وقت میگیره ازت. انگار همشو باید بمونی اینو بکنی تا بهش برسی. اینم صد دوم. چه خوشگه. بعدش هم مثل قبلش. اینم آب نداشت. خب این سازه ها هم فهمیدیم که سد نیستن، در اصل فقط یه چیزی هست که جلو آبو بگیره که آب یکم بره تو زمین و منابع آب زیرزمینی رو
تغذیه کن. این دره ارغوانی که میگفتن مثل اینکه همین دره خیلی صدای آب میشنوم ها. گفت تموم رسیدیم. این هاشش از اینجا لوله شروع میشه. لوله رو یه جوری گذاشتم آب بیاد بره تو لوله. واقعا دیدن آب خیلی با آدم انرژی میده. اصلا خستگی راه رو از تنم درکه. خب دیگه داریم به نظرم به آخرهای دره ارغوان میرسیم. قشنگ هوا اینجا خنک خنک شد. جعفری؟ آره ما فهمیدیم این چه درختی دیگه برگوش شبیه جعفری. درخت جعفریه؟ مگه جعفری درخت داره؟ بو جعفری ولی نمیده. خب جعفری نیست. مال درخت هست. چقدر قشنگ. وقتی صدای آدم ها نیست خیلی قشنگ. بعد این دره یا چه خواهد بود؟ باز شد دره. به سرچشمش میرسیم میگی؟ بچه این ارغوان که میبینین الان سفیده، این وقتی که میرسه قهوه‌ای میشه و ارغوان بافی رو از شاخهای همین درخت ارغوان درست میکنن. حتما دیدین سبدای مونش رو و کلی چیز میزای دیگه با همین ارغوان درست میکنن. خیلی انعطاف پذیره. این دره ارغوان توی ترقبه است و از صنایع دستی ترقبه همین ارغوان بافی به حساب میاد. چی جالب عنکبوت و تارش و نقشش و همه رو با هم از کجا رد شدیم؟ نمیدونم. خب ما تقریبا تا آخرهای دره ارغوان رو اومدیم و دیگه ارغوان ها داره تموم میشه، هوا هم داره تاریک میشه. اینم بود از دره ارغوان. امیدوارم که لذت برده باشید. تا ولاگ بعدی خدافظ. خرداد اومده بودیم اینا کلن برگ در آورده بودن، گلا هم رفته بود. مریم چرا میخنه؟ چی؟ سال اولی که اومده بودیم اینجا کلن جوان بودیم خواب. نه دیگه واقعا میگم یه فاز خنده افتادم برم. خب برو بگیم خنده خنده خرمش کردی دست تو برد؟ زوم کن دور بین اینجا باید زوم کنی. کفش سوزک وای به حال دیگه لهش کنی رزا. کو کجاست؟ دیدمش. دیدش کن چه کو بلی اوه وای کو این سنگر بس شده نکن رزا دست تو بردار اگر نه سنگ میخواد بود از سنگ وای فجا خیلی کفشان بیزه رزا. آره
میشه بخوری زمین برای ولاگ جذاب میشه. خب باشه برو اونجوری. میتونه فیلتر گیرو چه ممکنه بیافت؟ بیافت دیگه.